بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علی حبیبی هستم و این قسمت 110 مدرسه حفظه، جایی که شما هم میتونید به آسونی حافظ قرآن بشید. اگه اولین باره که برنامه ما رو میبینین و دوست دارید قسمت‌های قبلی رو هم ببینید، یا اگر نظر و پیشنهادی راجع به من یا این برنامه دارید، میتونید از این طریق با ما در ارتباط باشید. خب قبل از اینکه حفظ امروز رو شروع کنیم، یه نگاه کوتاهی به درس قبلی داریم و برمیگردیم. على الارائك ينظرون، بر تخت‌های آراسته و پر ارزش تکیه زده و نعمت‌های بهشت را می‌نگرند. تعرف في وجوههم نظرة النعيم، در چهره‌هایشان شادابی و تراوت نعمت‌ها را می‌یابی. يسقون من رحيق مختوم، از نوشیدنی بسیار زلال و خالص بهره‌مند می‌شوند. ختامه مسک و فی ذلک فلیتنافس المتنافسون، مهر و موم این نوشیدنی مشک است و راغبان به نعمت‌های بهشتی برای رسیدن به آنها باید از همدیگر سبقت بگیرند. همونطور که خودتون خیلی خوب میدونین و تو درس‌های قبلی هم زیاد راجع به صحبت کردیم، اهمیت کتاب قرآن که سخن خداست خیلی بیشتر از باقی کتاب هاست. اما اون چیزی که در فضای امروز جامعه میبینیم خلاف این واقعیته. حتی شما هم زیاد دیدید که تو برنامه‌های مختلف رسانه‌ای وقتی از مهمون برنامه سوال میشه که چه کتابی رو به مردم معرفی می‌کنین برای مطالعه کردن یا چیزهای دیگه، متأسفانه کمتر کسی پیدا میشه که کتاب بی‌نظیر قرآن رو معرفی کنه، که البته این به خاطر مهجوریت و مظلومیت قرآن تو جامعه ماست. وگرنه هر کسی اگه ذره ای از این دریای شیری رو چشیده باشه، هم خودش کلی کیف میکنه و هم دیگران رو تشویق میکنه به مطالعه این کتاب آسمانی. اینم بگم که یقینا میزان برتری کتاب خدا رو با کتابهایی که نوشته بشر هست نمیشه مشخص کرد، ولی خوب روایت پیامبر رو بشنویم که فرمودن برتری قرآن بر سایر سخنان و گفتارها مثل برتری خدا بر بندگانشه. خوبه که ما اهالی مدرسه حفظ بیشتر از بقیه این کتاب ارزشمند رو ازش بهره ببریم و اطرافیانمون رو هم تشویق کنیم به انس بیشتر با قرآن کریم. خب بریم سراغ درس جدید. درس امروزمون حفظ آیات 27 تا 29 سوره متففینه. مثل هر روز اول یک بار آیات جدید رو با صدای استاد پرهیزکار میشنویم. بسم الله الرحمن الرحیم. ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. گفتیم موضوع این سوره سرزنش کم فروشا و بیان سرنوشت اونا و توصیف وضعیت نیکوکارا توی بهشته. موضوع آیات ابتدایی سوره نقش عدم اعتقاد به قیامت تو رفتار زشت آدمای کمفروش بود، و بعد هم آیاتی که راجع به توصیف سرنوشت این آدما بود رو حفظ کردیم، و بعد شروع کردیم به حفظ آیات مربوط به سرنوشت نیکوکارا، و امروز ادامش رو میخونیم و میرسیم به آیاتی که خط بطلانی میکشه به تصور غلط منکران روز قیامت. خدا تو آیه 25 و 26 سوره متففین به نوشیدنی و شراب مخصوص بهشتی اشاره کرده بود، و تو آیه 27 در این باره میگه و مزاجه من تسنیم، این شراب با آب چشمه تسنیم آمیخته شده است،
از اونجایی که ممکنه بعضیا فکر کنن که شراب بهشتی هم مثل شرابای دنیا باعث ایجاد حالت مستی و غفلت میشه، خدا تأکید میکنه که این نوشیدنی با آب چشمه تسنیم آمیخته شده، چشمه‌ای که تو آیه بعدی توصیف میشه. آیه اول درسمون رو میشنویم. و مزاجه من تسنیم، زمزمه میکنیم. و مزاجه من تسنیم، حالا همخوانی میکنیم. و مزاجه من تسنیم، نگاه ها به قرآن باشه تا بدون استاد تکرار کنیم. و مزاجه من تسنیم، سه بار از حفظ تکرار کنیم. و مزاجه من تسنیم، و مزاجه من تسنیم، و مزاجه من تسنیم. تو آیه 28 ادامه میده، عینی یشرب بها المقربون، چشمه ای که همواره مقربان درگاه الهی از آن می نوشند. و خیلی فرق می کنه با بقیه نوشیدنی ها، یعنی نه تنها باعث ایجاد حالت های منفی نمی شه، بلکه ابرار با نوشیدن این نوشیدنی پاک بهشتی به خدا نزدیک و نزدیک تر می شن. آیه رو بشنویم. عینی یشرب بها المقربون، زمزمه میکنیم. عینی یشرب بها المقربون، همخوانی کنیم. عینی یشرب بها المقربون، به قرآن نگاه کنید تا خودمون یک بار بخونیم. عینی یشرب بها المقربون، حالا سه بار از حفظ تکرار میکنیم. عینی یشرب بها المقربون، عینی یشرب بها المقربون، عینی یشرب بها المقربون. تو این مرحله دعایه به هم باید متصل بشن و یک بار از روی قرآن تکرار میکنی. و مزاجه من تسنیم، عینی یشرب بها المقربون، حالا از حفظ میخونی. و مزاجه من تسنیم، عینی یشرب بها المقربون. میرسیم به آیاتی که راجع به رفتار زشت بدکاران با نیکوکاران توی دنیا است. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، بدکاران همواره در دنیا به مؤمنان میخندیدند. حتما یادتون هست که تو آیات اول سوره درباره کم فروشی و نادیده گرفتن حقوق مادی مؤمنین توسط منکرین روز قیامت خوندیم. از اینجا به بعد به ضایع کردن حقوق معنوی مؤمنین توسط این افراد بدکار اشاره میشه که اولیش تمسخر و استهزاء مؤمنینه. اتفاق تلخی که متاسفانه تو دوره و زمونه ما هم خیلی فراوون شده. آخرین آیه درسمون رو میشنویم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، زمزمه میکنیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، همخوانی میکنیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، بدون استاد تکرار میکنیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، حالا سه بار از حفظ میخونیم. ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. خب درس امروزمون هم تموم شد. تو قدم و ایستگاه آخر باید آیات درس جدید به هم وصل بشن. یه بار آیات رو از روی قرآن و با دقت تمام تو حرکات و کلمات میخونیم. و مزاجه من تسنیم، عینی یشرب بها المقربون، ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون، درود بر شما. حالا از حفظ تکرار میکنیم. و مزاجه من تسنیم، عینی
يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. خدا قوت بهتون. میدونم که بعد از گذشتن 110 قسمت از برنامه ما دیگه حفظ کردن دو خط توی هر جلسه براتون خیلی ساده شده. این رو به فال نیک بگیرین و به خودتون امیدوار بشید که میتونید با بیشتر کردن محدوده روزانه حفظتون انشاءالله کم کم حافظ کل قرآن بشید. خب تو درسای گذشته روش‌های مختلف مرور رو گفتیم و بیشتر به روش‌های پرداختیم که کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرن. یکی دیگه از این روش‌ها کتابت و نوشتن. این روش هم تو موارد خاص میتونه تو تقویت محفوظاتتون کمک کنه، مخصوصاً زمانی که خیلی از زمان حفظ آیات نگذشته، که این روش به تثبیت حفظ تازه‌تون کمک قابل توجهی میکنه. برای عملی کردن این روش مدل‌های مختلفی رو میتونین امتحان کنین: نوشتن کل آیات از ابتدا تا انتها، نوشتن ابتدا و انتهای آیات، نوشتن بخشی از آیه و کامل کردنش در مرور بعدی و هر روش خلاقانه دیگه‌ای که باعث میشه محفوظاتتون رو از ذهنتون روی کاغذ منتقل کنید. البته یقیناً خودتون هم توجه دارید که این شیوه خیلی وقت گیره و به خاطر این فقط تو موارد خاص توصیه میشه و نمیشه به صورت دائمی انجامش داد. بذاریدش برای وقتایی که تنوع لازم دارید. خب 10 درستون از آیه 16 همه سوره تکویر تا حفظ جدید و مرورتون هم از سوره فجر تا آخر لیله. به امید خدا آیات 30 تا 32 همه سوره متففین میشه محدوده حفظ فردامون. شب و روزتون قرآنی باشه. به امید دیدار. یا علی مدد.